توی این کورس دیتا ستی که قراره استفاده کنیم و باهاش یک ریکامندر سیستم بسازیم دیتا ست مووی لنزه. طبیعتاً شما ممکنه علاقه داشته باشین که دیتا ست های بیزنس خودتون رو بیارید و از اون استفاده کنین. جلوتر بهش خواهیم پرداخت که چطور میتونید از دیتا ست های خودتون استفاده کنید. اما اگر شما دارید کار تحقیقاتی انجام میدین و میخواین کارتون رو با تحقیقات دیگران مقایسه کنید، باید از دیتا ست های بنچمارک استفاده کنید. مووی لنز یکی از بنچمارک های خیلی خیلی معتبر و معروف برای کار ریکامندر سیستمه. در واقع دیتا ست مووی لنز رو اگر توی لینکی که میبینید، لینک رسمیش وارد شد، ببینید که 5 تا دیتا ست مختلفه که برای منظورهای مختلف استفاده میشه. دیتا ستی که 25 میلیون آیتم داره، دیتا ستی که 10 میلیون آیتم داره، دیتا ست جدید قدیمی. یکی از بنچمارک ها که تقریبا قدیمی ترین دیتا ستشون هم هست، دیتا ست 100K هستش، یا دیتا ست 100,000 تایی که ما توی این پروژه از این دیتا ست استفاده میکنیم. ولی شما میتونید بعداً الگوریتمتون رو بهتر کنید، دیتا ست های قوی تری رو هم، مثلا دیتا ست 25 میلیون تایی رو هم استفاده کنید. دیتا ست 100,000 تایی در واقع دو تا دیتا سته. دیتا ست 100,000 تایی ریتینگ ها و دیتا ست 100,000 تایی مووی ها یا فیلم ها. اگر توی شکل ملاحظه کنید، شکل سمت چپ، ساختار دیتایی دیتا ست 100,000 تایی ریتینگ ها رو نشون میده. در واقع 100,000 تا ریتینگ هستن که این 100,000 تا ریتینگ رو 943 تا کاربر به 1682 تا آیتم دادن و هر کاربری هم حداقل به 20 تا فیلم امتیاز داده. و خب امتیازهایی که وجود داره به صورت سطرهای این دیتا ست وجود دارن و میتونید توی دیتا ست ببینید دیگه. ستونهای مختلفی هم داره: یوزر آیدی، مووی آیدی، ریتینگ و تایم استمپ، که حالا بعضی از این ستونها یا فیچرها رو ما استفاده میکنیم، بعضی رو استفاده نمیکنیم. ضمناً بعضی از این ستونها یا فیچرها تو بعضی از تایپ های دیتا ست مووی لنز وجود دارن، تو بعضی ها وجود ندارن. توی 100K ما اطلاعات جغرافیایی کاربر مثل زیپ کدش رو هم داریم، توی بقیهشون این اطلاعات رو نداریم. و دیتا ست دوم در واقع همون کورپسه، یعنی دیتا ست موویز، کل فیلم هایی که حالا توی این دیتا ست 100K ما داریم، یعنی اون 1682 تا فیلم رو توی این دیتا ست آیدیشون، عنوانشون و ژانرهایی که به اون فیلم تعلق دارن رو میتونیم ببینیم. ساختارشون به همین شکلیه که اینجا میبینید. توی جلسه بعد این دیتا ست ها رو لود میکنیم و یه مقداری حالا باهاشون برمیریم، فیچرهایی که میخواییم رو نگه میداریم، بقیه فیچرها رو میریزیم دور و یه مقدار بیشتر با این دیتا ست ها آشنا خواهیم شد. ممنونم از توجهتون.